خانم زبیپور روایت میکند از کرونا هراسی که به کاخ سفید رسیده. نگرانی ها به ویژه در مورد شمار مبتلایان در ایران رو به افزایش است. پس از چین ایران رکورد دارد. برای این رسانه ها موضوع کرونا اکنون از یک موضوع حوزه سلامت خارج شده. گرفتاری ها تازه شروع شده. این رسانه ها اکنون با اسم رمز کرونا به دنبال کرونا هراسی و ایجاد وحشت هستند. نگرانی به خصوص درباره موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران وجود دارد. رسانه هایی که با کرونا هراسی به دنبال گسست میان مردم و مسئولان و از بین بردن اعتماد عمومی میباشند. شکاف بین مردم و حکومت گسترده تر بشه. بحرانی که حالا در خونه مسئولین رو هم زده. بنگاه‌های خبرپراکنی در نقشه عملیاتی خود به دنبال پروژه ناامنی در جامعه و عصبانی کردن مردم نیز میباشند. کرونا در ایران از انکار تا اخطار. این رسانه‌ها به دنبال تکمیل پازل فشار حداکثری از طریق عملیات روانی حداکثری و بمباران ذهن و روان مردم نیز میباشند. جهش یافته شدن ویروس کرونا در کشور ما، مردم می‌باید این خطر رو جدی تلقی بکنن. شما با موج بسیار زیادی از مریض که احتیاج به دستگاه‌های تنفسی و احتیاج به مراقبت‌های ویژه ICU دارن پیدا خواهید کرد. کرونا اکنون از حوزه سلامت خارج شده و تبدیل به یک جنگ تبلیغاتی پیچیده برای به سطوح آوردن مردم شده. موج از حراس عمومی ایجاد کرده. حالا شاید بهتر متوجه شد که چرا دیشب وزیر امور خارجه آمریکا هم وارد گود کرونا شده. آقای پومپئو گفت کشورش عمیقاً نگران اطلاعاتی است که حاکی از احتمال سرپوش گذاشتن دولت ایران و جزئیات حساس مربوط به شیوع این بیماری است. رسانه‌های لندنی و سعودی چند روز به طور مستمر و سنگین افکار عمومی را آماج توپخانه رسانه‌ای خود قرار دادند تا برای آمریکایی‌ها آتش تهیه بریزند. مقابله با کرونا چقدر با سیاست گره خورده. حالا وزیر امور خارجه آمریکا آمده است تا گزاره‌هایی را که این رسانه‌ها پمپاژ و القا کرده‌اند برداشت کند. در این طراحی چند لایه چند کلید واژه دائما تکرار می‌شود. ناکارآمدی مدیریت ایران تهدیدی برای امنیت جهانی در عرصه سلامتی میتونه باشه. یکی از این کلید واژه‌ها پنهانکاری مسئولان است. پنهانکاری که ایران کردش. میخواهم بگویند آمارها غیر واقعی و نحوه اعلام ورود بیماری همراه با پنهانکاری بوده. پنهانکاری مقام‌های ایران درباره شیوع ویروس کرونا میخواند ابراز نگرانی کرد. واژه دیگر کلمه قرنطینه است. میترسن که شهرها رو قرنطینه بکنن. این رسانه‌ها میخواهند اینطور القا کنند که شرایط اونقدر وخیم و از دست رفته است که چاره‌ای جز قرنطینه نیست. قرنطینه کردن ممکنه یک روش سنتی باشه به عقیده او، اما روشی است کارآمد. البته قرنطینه ظاهر کار است. آنها به دنبال به تعطیلی کشاندن پایتخت و شهرهای اصلی و خواباندن فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند تا فشار تحریم‌های همه جانبه تکمیل شود و عملاً کشور قفل شود. چالشی جدید برای اقتصادی که همین حالا هم به لطف تحریم و فساد اداری رمقی نداره. البته نسخه قرنطینه را برای کل کشور هم می‌پیچند. هنگامی که در تبلیغاتی هدفمند میگویند همه کشورهای همسایه ایران مرزهای خود را بستند. مرزهای ایران با 6 کشور همسایه بسته شده. بسته شدن مرزهای ایران با عراق و ترکیه به عنوان بازارهای اصلی صادرات ایران اشاره کرده. همه موارد به مسافرانی از ایران یا شهروندانی که به ایران سفر کردن ختم میشه. این رسانه ها نمیگویند که همین کشورهای همسایه و منطقه دارای تعداد زیادی مبتلا به کرونا و تعداد زیادی فوتی هستند. فقط از ایران و تلاش برای ترسیم وضعیت وخیم در ایران میگویند. ایران مورد منحصر به فرد در منطقه خاورمیانه. رسانه هایی که بر روی یک موضوع دیگر هم به شدت متمرکز شدند، شهر مقدس قم و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. قم، حرم حضرت معصومه همچنان شلوغ. شهرها رو هم قرنطینه نمی کنن، به خصوص شهر قم. تبلیغات خود را به صورت هدفمند به سمت تعطیلی مراکز دینی و زیارتی کشاندند. حرم رو حاضر نشدن ببندن، چه برسه به اینکه قم رو قرنطینه بکنن. تصمیم به قرنطینه نشدن قم در شرایطی صورت میگیرد که وضعیت این شهر بسیاری را نگران کرده. این رسانه ها به صورت ویژه به دنبال ایجاد فضای بدبینی و بی‌اعتمادی در قم و گسترش موج ناامنی روانی در این شهر هستند. شما که اینقدر به شفاعت و شفا و اینها معتقد هستین، تا بگویند پایگاه اول و مستحکم انقلاب دیگر به مسئولان و نظام اعتماد ندارند. بزرگترین مشکل مردم تو ایران عدم اعتماد به دولت. آنچه که مسلم است جنگی همه جانبه بر ضد ملت ایران طراحی شده. افزایش تلفات ویروس کرونا در ایران، جنگ نرم با ابعاد پیچیده اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی، امکان تبدیل کرونا به یک اپیدمی. بعد از ماجرای بنزین و هواپیمای اوکراینی اکنون با ویروس کرونا به دنبال بی‌ثبات‌سازی
سازی و ایجاد هرج و مرج روانی در جامعه هستند. پروژه‌ای که باز هم به نتیجه نخواهد رسید.